سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که یک غذای گیاهی خیلی خوشمزه رو در کنار هم درست کنیم. برای این کار احتیاج داریم به شیر، روغن زیتون، بادم جون، کدو، فلفل دلمه‌ای، آرد سفید، تخم مرغ، جعفری ساتوری شده، بیکینگ پودر، پنیر چدار یا ماتزارلا، نمک، فلفل سیاه و فلفل چیلی. ابتدا بادمجون، کدو و فلفل دلمه ای رو باید به اندازه های متوسط خورد کنیم. من بادمجون و کدو رو شستم و پوست اونها رو نمیگیرم. خب اونها رو خورد میکنیم. خب دوستان، من از 3 تا بادمجون، 2 تا کدو و 2 تا فلفل دلمه ای استفاده کردم. اونها رو به این اندازه خورد کردم. حالا 5 تا قاشق غذاخوری روغن زیتون بهش اضافه می کنیم. و همینطور یک قاشق چایخوری فلفل چیلی، یک قاشق چایخوری فلفل سیاه و مقداری نمک هم روی اونها میریزیم و با هم مخلوط میکنیم. روی سینی فر کاغذ روغنی میکشیم و سبزیجاتمون رو داخل سینی میریزیم و پهن میکنیم. حالا سینی سبزیجاتمون رو داخل فری که روی حرارت 450 درجه فارنهایت یا 230 درجه سانتیگراد گرم کردیم، طبقه وسط فر قرار میدیم برای نیم ساعت تا سبزیجاتمون آماده بشن. خب دوستان، بعد از نیم ساعت من سبزیجات رو از داخل فر بیرون آوردم. همونطور که میبینید کاملا پخته شدن. میذاریم تا سرد بشن. 3 تا تخم مرغ داریم، اونها رو داخل یک کاسه میشکنیم. یه مقدار میزنیم تا از حالت لختگی در بیان. 1.5 لیوان شیر بهش اضافه میکنیم. چهار پنج قاشق غذاخوری روغن زیتون، 1/2 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق غذاخوری سرصاف بیکینگ پودر، 4-5 قاشق غذاخوری جعفری تازه ساتوری شده هم اضافه می کنیم. و همینطور 4 قاشق غذاخوری سرپر آرد سفید گندم، اون رو هم اضافه میکنیم و حالا تمام مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنیم. خب مایه رو خیلی خوب زدم، صاف و یه دست شده و غلظتش هم به این اندازه هست. ظرف پیرکسمون رو با 1 قاشق روغن زیتون چرب میکنیم.
حالا سبزیجاتی رو که آماده کرده بودیم از قبل و کاملا سرد شده رو داخل ظرف پیرکسمون می‌ریزیم. حالا مایه آماده شده رو روی اون می‌دیم. و در آخر هم یک پیمونه پنیر موتزارلا یا پنیر چدار رنده شده حدود 200 تا 250 گرم روی سطح موادمون می‌ریزیم. ظرفمون رو که به این ترتیب آماده کردیم، داخل فری که از قبل روی حرارت 400 درجه فارنهایت یا 200 درجه سانتیگراد گرم کردیم، توی طبقه وسط فر قرار میدیم برای 20 دقیقه تا آماده بشه. خب دوستان، غذامون آماده شد. من برای چند دقیقه هم با درجه گریل گذاشتم تا روش یه مقداری طلایی بشه. حالا برای تزئین روش یه مقداری جعفری تازه ساتوری شده میریزم. این هم از غذای خوشمزه بدون گوشت امروز. به به، جای همگی تو خالی. فوق‌العاده خوش عطر، خوشمزه و چقدر هم زیبا و خوش رنگ رو شده. امیدوارم که شما هم این غذا رو آماده کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. لطفاً ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.